بچه ادامه سوالای احتمال رو داریم. خب راجع به سکه، تاس، مهره ها بحث کردیم، هم تشریحی هم تستی شد. بعضی وقتا راجع به روزهای به دنیا اومدن بچه ها، فصل به دنیا اومدن، احتمال اینکه دو نفر تو یه فصل به دنیا بیان، تو یه روز به دنیا بیان، همچین سوالایی رو میدن. یه چند نمونه رو ببینیم. به عنوان مثال گفته از لیست یک کلاس دو نفر انتخاب میکنیم. اگر هر دو نفر متولد ماه مهر باشند، با کدام احتمال روز تولد آنها یکی نیست؟ خب اجا یک کلاسی، حالا هر تعدادی، دو نفر از این کلاس انتخاب میکنیم به طور تصادف. اگر هر دو نفرشون تو ماه مهر متولد شده باشن، چقدر احتمال داره که روز تولد این دو نفر یکی نباشه؟ پس ببینید، دو نفری که انتخاب میکنیم میدونیم که متولد ماه مهران، یعنی میپرسیم ازشون، میگن ماه مهر متولد شدیم، ولی روزش رو نمیگن. چقدر احتمال داره روزش یکی نباشه؟ چون ممکنه روز تولد دو نفرم یکی باشه دیگه. ببینید، ماه مهر کلن 30 روزه. اولی، اینم دومی، اولی تو 30 روز فضای نمونمونه که میتونه به دنیا بیاد، دومی هم همینطور تو 30 روز میتونه به دنیا بیاد چون متولد ماه مهرن. خب وقتی ما میخوایم متولد یکی روز نباشن، حالتاش مختلفه دیگه. برای اولی باید بیایم ببینیم تو چند روز میتونه به دنیا بیاد. تو هر کدوم از این 30 روز میتونه به دنیا بیاد. پس 30 تا حالت برای این داریم. 30 روز داریم، تو هر 30 روزش میتونه به دنیا اومده باشه. منتها میخوایم دومی تو اون به دنیا نیومده باشه تو اون روز. خب پس اگر این تو یکی از این 30 روز، قبلا گفتم وقتی اینجا مینویسیم 30 یعنی یکی از اون 30 تا روزه، نه هر 30 روزش. 30 تا حالت وجود داره. نفر بعدی باید یه دونه حالت بره کنار، چون روزی که نفر اول به دنیا اومده، نفر دوم نباید تو اون روز به دنیا بیاد. پس این 29 تا حالت برای به دنیا اومدن داره. یه حالتش میره کنار و اون یه حالت مال نفر قبلیه. پس احتمالش شد 29/30. پس دو نفری که انتخاب شده، چرا گفته متولد ماه مهر؟ چون ما ماهایی داریم که 31 روزه است، ماهایی داریم که 30 روزه است و ماه اسفند 29 روزه اگر حالا سال کبیسه اینا نباشه. ببینید، این که چون تو سوال ذکر کرده که متولد مهر 30 روز تعداد حالتایی که برای هر دو تا داریم، اگر برای اولی 30 تا باشه، برای دومی باید 29 تا باشه. خب سوال بعدی اینه که چقدر احتمال دارد 6 نفر همگی متولد روز شنبه باشند؟ چقدر احتمال داره 6 نفر متولد روز شنبه باشن؟ حالا ممکنه بگه متولد روز یک شنبه باشن، متولد روز جمعه باشن، یه روز خاص رو بهت بگه از روزهای هفته. اگر همین سوال رو این شکلی بگه، چقدر احتمال دارد 6 نفر همگی متولد یک روز هفته باشن؟ این دوتا سوال با هم فرق داره.
اولیه گفته 6 نفر هر 6 تا روز شنبه به دنیا بیان، روزشو گفته، ولی پایین گفته 6 نفر تو یه روز به دنیا بیان ولی نگفته شنبه. خب اولیه 6 نفرن، این 6 نفر، هفته 7 روزه، برای هر کدوم 7 تا حالت برای روزها وجود داره. شنبه 1 روز از بین اون 7 روزه، روزش مشخصه، این شنبه به دنیا اومده، احتمال اینکه شنبه به دنیا بیاد 1/7، اینم 1/7، اینم همینطور، هر کدوم 1/7، پس کلن جواب میشه 1/7 به توان 6. اگر N نفر در 1 روز خاص، یه روز به خصوصی، هفته به دنیا بیان، میشه 1/7 به توان N. 1/7 بخاطر اینکه هفته 7 روزه دیگه، 1 روز خاص هم میشه 1/7 به توان تعداد نفرات. 10 نفر چقدر احتمال داره روز جمعه به دنیا بیان؟ 1/7 به توان 10. 5 نفر چقدر احتمال داره روز دوشنبه به دنیا بیان؟ 1/5. 1/7 به توان 5. خب ببینیم بچه، این که بگه در 1 روز هفته، فرقش با اون چیه؟ اینو 2 جور میشه توضیح داد. میگیم احتمال اینکه روز شنبه باشه اینه، روز یک شنبه همینه، دوشنبه همینه. چند تا حالت داریم؟ میگیم 1/7 به توان 6 مال وقتیه که مال یه روز خاصه، یا شنبه یا یک شنبه یا دوشنبه تا جمعه، 7 روز. خب اینو باید 7 بار با خودش جمع کنی. شنبه احتمالش انقدره، یک شنبه هم همینه، دوشنبه هم همینه، احتمال این باید ضرب در 7 بشه، میشه 1/7 به توان 5. این میشه جوابش. میتونی اینطوری بگی 7 7 7 7 7، این 6 نفر، این 6 نفری که داری. نگفته چه روزی، گفته 1 روز هفته. نفر اول چند تا حالت برای به دنیا اومدن داره؟ 7 تا. هر 7 روز هفته میتونه به دنیا اومده باشه، منتها تو یکی از روزاشه. نفر بعدی مگه نمیخواد تو همون روز باشه، تو اون یه روزی که این به دنیا اومده، بعدی هم تو همون یه روز میخواد باشه. 7/7 که 1، میمونه 1/7 به توان 5. همین شد، یعنی هم میتونی این شکلی بنویسی، هم میتونی به صورت بالایی بنویسی. پس اگر بگه N نفر در 1 روز هفته متولد شوند، چون روزشو نگفته، باید بیایم بگیم 1/7 به توان N رو ضرب در 7 میکنیم. به این صورت میشه، ضرب در 7 میشه. پس این 1/7 با 1/7 میره، میشه 1/7 به توان N منو 1، یه دون از اون توانه کم میشه. مثلا 10 نفر تو 1 روز هفته به دنیا بیان، میشه 1/7 به توان 9، یکی کمتر از تعدادش. 1/7 به توان N من 1 تو 1 روز هفته، ولی تو 1 روز خاص بگه همون 1/9 میشه. خب این برای روزهای هفته. اگر سوال به این صورت باشه که چقدر احتمال دارد 6 نفر متولد فصل زمستان باشن،
خب باز عین سوال قبلی، منتها فصل گفته. اونجا روز هفته بود، 7 روز بود. اینجا فصل، در سال 4 تا فصل داریم. 4 تا فصل. زمستون یکی از 4 تا فصله. میشه 1/4. نفر اول میشه 1/4. نفر دوم 1/4. نفر سوم 1/4. کلن میشه 1/4 به توان 6. چون ضرب میشه دیگه 1/4، 1/4، 1/4 الی آخر. حالا اگر سوال به این صورت بگه که در یک فصل چقدر احتمال دارد 6 نفر متولد یک فصل سال باشند، فصلش رو ولی نگفته، میگیم 1/4 به توان 6 فقط مال یه فصل خاصه. منتها ما 4 فصل داریم، باید اینو ضبطر 4 کنیم، میشه 1/4 به توان 5. یا بگیم نفر اول 4 تا حالت داره ولی بعدی همون فصلی که این به دنیا اومده، یعنی یه دونه حالت داره بعدی یه حالت الی آخر، که 1/4 به توان 5 بشه. دوتاش هم میشه توضیح داد. میگیم اگر n نفر متولد یک فصل خاص باشن میشه 1/4 به توان n، ولی اگر n نفر متولد یک فصل باشن، اون خاصش رو نگفته، میشه 1/4 به توان n من های 1. اگر 7 نفر متولد تابستون باشن، حالا این فصل های سال این که میگیم 1/4، ما خوب دقت کنید، بعضی جاها تو صورت سوال میاد میگه حالا گذشته از اینکه روزها 31 روز است و سال کبیس و اینا رو کلن میذاره کنار و مبنا رو بر این میگیره که احتمال به دنیا اومدن تو هر فصلی ثابته. این که بگیم چون روزهای تابستون 31 روز است، بعد 30 روزه میشه و روزهای اون بیشتره و احتمال این که تابستون به دنیا بیاد بیشتره، نه، ما احتمال به دنیا اومدن فصل بهار و تابستون و پاییز و زمستون رو یکی میگیریم. یا اینکه سال کبیسه باشه نباشه، اینا مبنا بر اینه که اگر احتمال به دنیا اومدن تو هر روز هفته ثابته، چون روزا عین همن، ولی تو فصلهای سال چون روزاش فرق داره و رو هم رفته، روزهای تابستون بیشتر از روزهای زمستونه، پس احتمال به دنیا اومدن تو تابستون رو تو باید بیشتر حساب کنی، همچین چیزی نیست. پس برای فصل همون 1/4 حساب کن. خب احتمال آنکه روز تولد 3 نفر در روزهای مختلف هفته باشد. احتمال آنکه روز تولد 3 نفر دیگه نگفته تو یه روز باشه، گفته روزهای مختلف هفته باشه. خب ببین، من اگر میخواستم برای 3 نفر تو یک روز در نظر بگیرم، خب این 3 نفر میگفتم برای هر کدوم 7 تا روز داریم، اولی هر 7 روز میتونه به دنیا بیاد، نفر بعدی تو همون روز، نفر بعدی هم تو همون روز، یعنی میشد 1/7 به توان 2 طبق همون رابطه ای که گفتم، چون گفته تو یه روز میشد 1/7 به توان 1 کمتر از تعدادش. و اگر میگفت یه روز خاص مثل چهارشنبه یا پنجشنبه، به توان همون عدده میرسید، چون این هم همون 1/7 میشد، روزش هم مشخص بود دیگه، 7 روز نبود، یه روز بود. منتها الان گفته در یک روز به دنیا نیومده باشن، در روزهای مختلف به دنیا اومده باشن. خب اولی هر 7 روز هفته میتونه به دنیا بیاد دیگه، دومی تو اون روزی که این به دنیا اومده نباید به دنیا بیاد، یعنی یه دونه حالتش کم میشه، این 6 تا حالت برای به دنیا اومدن داره، و اون روزی که این به دنیا میاد این نباید به دنیا بیاد، این 5 تا حالت داره.
یعنی 30 49 میشه تعداد کل حالت. رو پس 3 نفر برای اینکه تو یه روز هفته به دنیا نیان، اولی تو هر 7 روز هفته میتونه به دنیا بیاد، کدوم روزش مهم نیست. بعدی یه روز باید ازش کم شه چون قبلیه تو اون روز به دنیا اومده. بعدی باید 2 تا روز کم بشه چون 2 تای قبلی به دنیا اومدن، برای اینکه تولد 3 نفر در روزهای مختلف هفته باشه. خب سوال بعدی، احتمال به دنیا آمدن 3 فرزند یک خانواده در 3 فصل متفاوت از سال چقدر؟ باز بچه توضیح این رو گفتم، بر 3 فصل متفاوت به دنیا بیان، احتمال این که تو هر فصل به دنیا بیاد ربطی به تعداد روز یا کبیسه نبودن اینا نداره. کلن 4 تا فصل داریم برای این 3 تا فرزند. اولی تو کدوم فصل میتونه به دنیا بیاد؟ تو هر 4 فصل، تو هر کدوم میتونه به دنیا بیاد. ولی اون فصلی که این به دنیا اومده اون دیگه نباید به دنیا بیاد چون گفته 3 فصل متفاوت. مثل همونایی بود که میگفت تکرار مجاز نیست، هی یه دونه کم میشد، تعداد ارقام چند رقمی بسازید که تکرار مجاز نباشه، یا حروف کلمه رو جابجا کن ولی تکرار نداشته باشه، یکی یکی کم میشد. اینم همینه، اینم میشه 2. پس جواب میشه 1 6 16. هم اینجا میتونی ساده کنی 3 8. احتمال اینکه 3 تا بچه در 3 فصل متفاوت به دنیا بیان میشه، خب 3 8. سوال بعدی گفته چقدر احتمال دارد بین 5 نفر هیچ 2 نفری متولد 1 ماه نباشن؟ خب هیچ 2 نفری متولد 1 ماه نباشن، 5 نفرن دیگه. این 5 نفر کلن چند ماه داریم؟ 12 ماه. برای هر کدوم 12 ماه فضای نمونه است. خب نفر اول تو کدوم ماه میتونه به دنیا بیاد؟ تو هر 12 تاش. منتها میخوام اون یکی ها تو ماهی که این به دنیا اومدن به دنیا نیان. تو ماهی که این به دنیا اومده 1 ماه کم میشه، این تو 11 ماه میتونه به دنیا بیاد، این تو 10 ماه، این تو 9 ماه، این تو 8 ماه. بعد دیگه سادهش کن، دیگه ساده کردنش هم این که با 12 میره. از اینجا اگه شروع کنیم، به 4 2، به 4 3، به 3 1، به 3 3، به 2 1، به 2 6، به 2 3، به 2 5. 3 هم با 3 میره، میشه 55. 12 12 تا هم 144. یعنی بین 5 نفر احتمال اینکه فصلهای تولدشون یکی نباشه میشه 55 به 144 احتمالشه. خب سوال بعدی، اگر اینو سال 92 به بچه های تجربی خارج کشور سوال داد، اگر 4 دانش آموز یک کلاس بر یک نیمکت نشسته باشند با کدام احتمال ماه تولد حداقل 2 نفر یکسان است؟ خوب دقت کن،
این که گفته 4 نفر روی یه نیمکت نشسته باشن، خب اشتباه کنی بگی 4 فاکتوریل. ببینید 4 نفرن، حالا اینکه روی یه نیمکت نشسته باشن یا نه، 4 نفر داریم. ما میخوایم ببینیم با چه احتمالی ماه تولد حداقل 2 نفرشون یکسان باشه. حداقل 2 نفر، یعنی از بین 4 نفر یا 2 نفر توی یه ماهن، یا 3 نفر توی یه ماهن، یا 4 نفر توی یه ماهن. خب من میتونم متمم حساب کنم، انگار هیچکی توی یه ماه نیست، بعد بیام از 1 کمش کنم. احتمال این که حداقل 2 نفر در 1 ماه متولد بشن میشه 1 منهای احتمال این که هیچ 2 نفری متولد 1 ماه نباشن. خب میشه 1 منهای چند نفرن؟ 4 نفر. خب این 4 نفر چند ماه؟ 12 ماه داریم برای هر کدوم. ما میخوایم حساب بکنیم که متولد 1 ماه نباشن. عین سوال قبلیه، این 12 تا حالت داره، این 11 تا، این 10 تا، این 9 تا، این میشه جواب مسئله. با ساده کردنش 12 با 12 میره به 3 3، به 3 4، به 3 1، به 3 4، 2 به 2 5، میشه 1 منهای 55. دیگه ساده نمیشه، 8 ضرب 12. یک منهای 55. 96 گزینه هاشو ببینم، تستی که داده داره 41، 96 داره که مخرج مشترک بگیریم، 41، 96 میشه احتمالش. پس بچه سادهش هم میکنم که ببینید خیلی کاری نداره ساده کردنش. 4 تا دانش آموزن سال 92 خارج کشور به رشته تجربی داد. 4 تا دانش آموزن اینکه روی نیمکت نشسته باشن، میخوایم ماه تولد حداقل 2 نفرشون یکی باشه، یا 2 نفر یکی باشه، یا 3 نفر، یا هر 4 نفر توی یه ماه باشن. ما میاییم میگیم 1 منهای هیچکی تو یه ماه متولد نشده باشه، متمایز باشن، 12 11 10 9، از 1 کمش کن چون مجموع احتمال 1 بود. خب این از این. یه 2 تا سوالم راجع به همون جایگشت ها که به احتمال ربط داره. 3 کتاب با موضوع ریاضی و 2 کتاب با موضوع فیزیک که کتاباش مختلفن در یک قفسه کنار هم میچینیم. چقدر احتمال داره موضوع کتاب ها 1 در میون باشه؟ گفتم وقتی قسمت جایگشت رو خوب بلد باشی اینو به راحتی میتونی حل کنی. ما تو قسمت جایگشت گفتیم اگر n شیء متمایز با n شیء متمایز دیگه بخواد 1 در میون باشه، میشه 2 ضرب n فاکتوریل n فاکتوریل. ولی اگر n شیء با n به علاوه 1 شیء که یه دونه اختلاف داشته باشن بخوان 1 در میون باشن، یه حالت بیشتر نداشت، اونم فاکتوریلش تو هم ضرب میشد. مثل اون 4 معلم و 3 دانش آموز چون میخواستن کنار هم قرار بگیرن، از اونی که یه دونه بیشتر داره شروع میشد. حالا سوال اینه، 3 تا کتاب ریاضی داریم، 2 تا کتاب فیزیک، کلا چند تا کتاب داریم؟
5 تا کتاب. ما 5 تا کتاب رو به چند طریق میتونیم تو کتابخونه کنار هم بچینیم؟ به 5 فاکتوریل. پس این میشه فضای نمونه. 5 فاکتوریل. حالا پیش آمد n و n به علاوه 1 چون یه دونه اختلاف دارن دیگه، در صورتی یکی در میون کنار هم قرار میگیرن که هر کدوم فاکتوریلش باشه. خب این میشه 5 4 سه فاکتوریل که با سه فاکتوریل بالا میره، یه دو میمونه که دو هم با 4 میره میشه 1/10. جوابایی که داده 1/5، 1/6، 1/10، 1/12 که 1/10 میشه جوابش. نکتهشو برای یادآوری، اگر n تا شی داشتیم، با n تا n و n داشتیم، یکی در میون میشد دو تا n فاکتوریل n فاکتوریل، ولی اگر یه دونه اختلاف داشتن میشد یکی در میونش اون دوه دیگه ضرب نمیشد. به عنوان مثال اگر گفتیم سه تا کتاب ادبیات، ادبیات یک، ادبیات دو، ادبیات سه، با سه تا کتاب ریاضی تعدادش یکیه، بخوای اینا رو یکی در میون بچینی، میتونی اول ادبیات بذاری بعد ریاضی، بعد ادبیات بعد ریاضی، بعد ادبیات بعد ریاضی. میتونی از ریاضی شروع کنی، ریاضی ادبیات، ریاضی دو ادبیات دو، ریاضی سه ادبیات سه. نگاه کن یکی در میون چیده شد. حالا من میتونم این کتابو، هم این یکی در میونه هم این، من میتونم اینا رو با هم جابجا کنم، اینا رو با هم، بازم یکی در میون میشه. من حق ندارم ریاضی رو با ادبیات جابجا کنم، ولی ریاضی ها رو بین خودشون میتونم جابجا کنم، ادبیات هم بین خودشون میتونم جابجا کنم. یعنی سه فاکتوریل برای ریاضی و سه فاکتوریل برای ادبیات. اینجا هم همینطور، ریاضی با هم، ادبیات با هم، یعنی سه فاکتوریل ضرب در سه فاکتوریل. دو بار حساب شده این دوتا، سه فاکتوریل سه فاکتوریل به اضافه سه فاکتوریل سه فاکتوریل میشه دو تا سه فاکتوریل سه فاکتوریل، یعنی تعدادش برابر بود، یه دو ضرب میشه. ولی اگر یه ریاضی دیگه داشتیم دیگه نمیتونی با ادبیات شروع کنی، حتما از اونی که بیشتره باید شروع کنی، چون اینو باید اینجاها بچینی تا یکی در میون بشه و یه حالت بیشتر نداره. 4 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل، این دلیلشه برای این قسمت. یعنی اگر اینجا می اومد می گفت 3 کتاب ریاضی و 3 کتاب مثلا فیزیک، کلا پایین 6 فاکتوریل می شد، بالا می شد 2 ضرب در 3 فاکتوریل 3 فاکتوریل. خب سوال بعدی که باز به اون جایگاهش رو ربط داشته باشه، تمام جایگشت های 5 حرفی از این 8 حرف را می نویسیم و یکی را به تصادف انتخاب می کنیم. چقدر احتمال دارد که در آن حداقل یکی از حروف T و G وجود داشته باشد؟ بچه باز تأکید میکنم قسمت جایگشت و درسش رو خوب یاد بگیرید، چون اینا همش به همون قسمت ربط داره. فقط احتمال دو تا قسمت از جایگشت رو حساب میکنی، یکی تعداد کل، یکی اون قسمتی که خواسته پیش آمد، و همش به همون قسمت قبلی ربط داره. حتی اون نقاطی که رو دایره میگفت میخوایم انتخاب کنیم مثلث بساز و اینا، اونم همینطور میتونن احتمال بدن. خیلی از سوال، چون الان دیدم تو سوالا از همونا داده بود، تمام جایگشت های 5 حرفی از بین 8 حرف رو بخوای بنویسی، به شرطی که از بین اونا یکی رو انتخاب کردیم،
حداقل یکی از حروف تی و جی رو داشته باش. من اول فضای نمونه رو حساب کنم، بعد ببینم اونایی که خواسته، اگر تعدادش کمه که می نویسم، اگه تعدادش زیاده متممش رو حساب کنم. فقط بچه من یه فرمولی برای ترتیب گفتم و یه فرمول برای ترکیب گفتم. گفتم اگر بخوام از بین یه حروفی، یه اعدادی، یه تعدادی رو انتخاب کنم، خب فرمول ترکیب رو میرم. ولی اگر بخوام از بینشون یه تعدادی رو انتخاب کنم، باهاش یه کلمه بسازم، باهاش یه عدد بسازم، یا بیام اونا رو کنار هم پشت سر هم بچینم، حتما از فرمول ترتیب استفاده میشد. من الان تو تمام مثال قبلیمون که مهره ها رو انتخاب کردیم یا هر سوالی که داشتیم از فرمول ترکیب میرفتیم. چرا؟ چون میگفت از بین 5 مهره سفید و 6 مهره سیاه 3 مهره به تصادف انتخاب میکنیم. فقط انتخاب داشتیم. اگر سوالی بیاد بگه از بین اعداد 1, 2, 5, 7, 9 اعداد 3 رقمی ساخته میشه، احتمال این که مثلا اون عدد فرد باشه، تو وقتی از بین اینا 3 رقم انتخاب میکنی داری کنار هم میچینی، اون فاکتوریله باید توش ضرب بشه، یعنی از پی باید استفاده بشه. یا گفتم اگر خواستی از پی استفاده نکنی از فرمول سی یا ترکیب استفاده کن، فقط جایگشت اون جا به جای یا اون کا فاکتوریه رو توش ضرب کن. من میام چیکار میکنم؟ میخوام اونایی که 5 حرفی از بین این 8 حرفیه رو حساب کنم، فضای نمونه. اگر من فقط بخوام 5 تا از بین اینا انتخاب کنم، میشه تعداد ترکیب 5 از 8. منتها من میخوام کنار هم بچینم و کلمه جایگشت میخواد، جا به جاییشو میخواد. پیه 8 و 5 میشه فضای نمونه. پس دیگه به صورت 5 از 8، ترکیب 5 از 8 ننوشتم. این وقتی که از بین 8 تا 5 تا انتخاب کنی، وقتی میخوای کنار هم بچینی، حتما باید اون 5 تا جابجا بشن. این با این جوابش یکیه، جواب 2 تا یکیه. بالا میشد 8 فاکتوریل، پایین اختلافش 3 فاکتوریل، که یه عددی بهت میده. بیشتر به صورت راه حل میخوام بگم، عدد ساده کردنش دیگه کاری نداره. این هم که همینه. خب من الان میخوام اونایی رو حساب کنم که توش تی و جی حداقل یکیشو داشته باشه. خب بچه خیلی زیاد میشه، 5 حرفیایی که تی داشته باشه، 5 حرفیایی که جی داشته باشه، 5 حرفیایی که هم تی هم جی داشته باشه. سه تا رو جدا حساب کنی، با هم دیگه جمع کنی. خب من میتونم بیام اونایی رو حساب کنم که اصلا تی و جی نداشته باشن. این گفته اونایی رو حساب کن حداقل یکیش باشه از بین 5 تا، یا تی رو داشته باشه یا جی رو یا جفتشو. من میتونم بگم هیچ کدومو نداشته باشه، حساب میکنم، بعد از یک کمش میکنم، احتمال به دست میاد. من الان پس فضای نمونه رو دارم، میام اونایی رو حساب میکنم که تی و جی را نداشته باشه. خب تی و جی رو نداشته باشه، من باید چیکار کنم؟ از بین چند تا انتخاب کنم؟ 5 حرفیایی که توش تی و جی نباشه. فاقد تی و جی باشه چند حرف میمونه؟ 6 تا حرف میمونه. من 5 حرفی ها از بین 6 حرفی ها میخوام، یعنی پی از بین 6 تا 5 حرفی میخوام، که میشه 6 فاکتوریل به اختلافش که 1 فاکتوریل. جواب 6 فاکتوریل. پس احتمالش میشه 6 فاکتوریل تقسیم بر 8 فاکتوریل 3 فاکتوریل، که دور در دور نزدیک در نزدیک بشه 6 فاکتوریل ضرب در 3 فاکتوریل به روی 8 فاکتوریل، که میتونی سادهش هم کنی، اینو بگی 8 7 6 فاکتوریل، با این ساده بشه که بمونه 6 به روی 8 ضرب در 7، که باز به 2 ساده کنی میشه 3 28. این احتمال اینه که تی و جی رو نداشته باشه. حالا اگر از یک کم بشه، اونایی هم که تی و جی رو داره، یعنی 1 منهای 3 28 بشه، میشه 25 28. جوابایی که داده
سیزده چهاردهم، بیست و یک بیست و هشتم، شیش هفتم، بیست و پنج بیست و هشتم، که همین درسته. خب پس بچه توضیحش رو نگاه کن، گفته هشتا حرف داریم، برای اینکه کنار هم بچینیم هشت حرفی میشه هشت فاکتوریال، من تو من پنج حرفی میخوام. اگر از بین انتا من یه تعدادی رو بخوام، یا این فرمول بود یا که میشد n فاکتوریل اختلافشون و پایینی، یا پی n و k بود که بالا n فاکتوریل پایین اختلافش. از این وقتی استفاده کن که یه تعدادی رو بر میداری کنار هم میچینی، کلمه تشکیل میدی، عدد تشکیل میدی، پشت سر هم یا کنار هم صف وای میستن، تو کتاب خونه میچینی، یه شرطی داره. از این وقتی استفاده کن فقط انتخاب میکنی، دیگه کنار هم نمیچینی. این کلماتی که بهت میدن کنار هم چیدن داره، حتما باید از پی استفاده بشه. فضای نمونه رو من به دست آوردم، بعد اومدم متمم رفتم. خب مثال بعدیمون گفته علی و احمد در یک کلاس ده نفره عضو هستند. میخواهیم تیم چهار نفره از این کلاس انتخاب کنیم، چقدر احتمال دارد علی عضو تیم باشد و احمد عضو تیم نباشه؟ چقدر احتمال دارد علی عضو تیم باشد، احمد عضو تیم نباشد؟ خب ببینید، این شبیه اون سوالایی بود که میگفتیم یک مجموعه N عضوی چند زیر مجموعه K عضوی شامل M عضو خاص یا فاقد M عضو خاص باشه. این همون سواله. اولا کل کلاس چند نفره؟ ده نفر. ما میخوایم یه تیم چهار نفره انتخاب کنیم، دیگه نمیخوایم کنار هم بچینیم. از بین ده نفر میخوایم چهار نفر انتخاب کنیم. حالا این میشه فضای نمونه. گفته چقدر احتمال داره علی عضو تیم باشه، احمد عضو تیم نباشه. چهار تایی ها از بین ده تایی ها انتخاب میشه، علی عضو تیم باشه، یعنی از بین چهار نفر خودش یه نفر رو انتخاب کرده. ما باید از بین نه نفر دیگه سه نفر انتخاب کنیم. ادامش گفته احمد عضو تیم نباشه، یعنی احمد رو از بین اون نه نفر حذف کن، از بین هشتای دیگه سه تا انتخاب کن. پس جواب سه تا از هشتا میشه. این میشه احتمالش. پس خوب دقت کن، گفته از بین ده نفر چهار نفر میخوام انتخاب کنم. خب چهار از ده پی نمیرم، چون فقط میخوام انتخاب کنم. گفته علی عضوش باشه، احمد عضوش نباشه. گفتیم شامل ام عضو خاص بگه، مثل قسمت اولش میشد ان منهای ام که منهای ام. اگر میگفت فاقد ام عضو خاص، فقط از بالایی کم میشد، از پایینی کم نمیشد. الان که هم گفته فاقد هم گفته شامل، از بالا باید هم این کم بشه هم این، که میشه 8، ولی از پایینی فقط یه دونه کم شد. منتها با این توضیحاتی که گفتم بهتر از اینه که بیای فرمول حفظ کنی. گفتم از بین ده نفر چهار نفر انتخاب کن، تعداد کل انتخابا. گفته علی حتما باشه، میگم خب از چهار نفر یکیشو خودت برداشتی، ما از نه تای دیگه باید سه تا برداریم. گفته احمدو بر ندار، خب احمد بره کنار میمونه هشت نفر، از هشت نفر باید سه نفر برداریم. خب اینم که دیگه ساده کردن داره، جوابش هم
به راحتی به دست میاد. خب بعضی وقتا میاد میگه با ارقام 1، 2، 4، 5 و 6 اعداد 3 رقمی با ارقام متمایز ساخته ایم. احتمال آنکه یک عدد از بین آنها انتخاب می‌کنیم. احتمال آنکه عدد فرد باشد چقدر؟ ما با 5 تا رقمی که داریم میخواییم اعداد 3 رقمی بسازیم که تکرارم مجاز نباشه و ارقام متمایز باشه، مثلا 224 نداشته باشه، 444 نداشته باشه، تکراری نداشته باشه. خب اول بدون اینکه سوال تا آخر بخونم، چون گفته اعداد 3 رقمی بساز، من اول باید فضای نمونم رو تشکیل بدم. 3 رقمی، خب اینم 3 رقم. اولی کدوم یکی از عددا میتونه باشه؟ هر 5 تا. بعدی هر 4 تا، چون یکیش میره. بعدی هر 3 تا از اونایی که مونده. پس یکیش اینجا، یکی بعدی، کم میشه تا به جواب میرسیم. میتونستی اینطوری بگی چون میخوام عدد 3 رقمی بسازم، میتونم از بین 5 تا عدد 3 تا عدد انتخاب کنم کنار هم بچینم، چون این برای همچین حالتی بود دیگه. میشه 5 فاکتوریل، اختلافش 2 فاکتوریل، که اگه اینو ساده کنی به همین جواب میرسی. یعنی نگی چرا اینجا خط کشید اونجا گفت اگر برداریم کنار هم بچینیم از پی میریم. جواب این دوتا یکیه. وقتی شما خط میکشی اینجوری عددا رو مینویسی، مثل این میمونه که از پی استفاده کردی و از بین اون عددا یه تعداد رو برداشتی کنار هم چیدی. حالا الان میشه 60 تا عدد 3 رقمی میتونیم با ارقام متمایز بسازیم. ما میخواییم اعدادی باشن که فرد باشه. باید ببینیم چند تا عدد فرد داریم. 3 رقمی فرد، اونایی که سمت راستش فرد باشه فقط 2 تاست. پس من اینجا 2 تا عدد میتونم بذارم، 1 و 5. فرض کن یکیشو گذاشتم، چند تا میمونه؟ 4 تا. باز یکیشو گذاشتم، میمونه 3 تا. جواب میشه 24 تا. من کلن 60 تا عدد دارم، 24 تا عددش فرده، بقیهش دیگه زوج. از بین اینا یه عدد بردارم، چقدر احتمال داره فرد باشه؟ میگیم یه دونه از 60 تا برمیداریم، یه دونه از 24 عدد، که گفتم وقتی میگه یه دونه برمیداریم دیگه ترکیب رو به این صورت ننویس، بگو 60 تا عدد 24 تاش فرده. این میشه جوابش. میتونی ساده هم کنی، 1 از 24 میشه 24، 1 از 60 هم که میشه 60. یه دونه انتخاب، لازم نیست ترکیب بنویسی، بیشتر از یه دونه رو ترکیب بنویسی. خب اینم برای این قسمت. پس بچه برای احتمال یه سری سوالا حل شد، حالا مدلای مختلف میتونیم سوالایی رو از فرمولایی که گفتم اجتماع و اشتراک و اینا حل کنیم. به عنوان مثال ببینید، وقتی میگه آ و ب دو پیشامد ناسازگارن، یعنی چی؟ یعنی آ اینجاست، ب اینجاست، هیچ اشتراکی نداره. احتمال اشتراک پیش آمد ناسازگار صفره. احتمال توهی همیشه صفره. احتمال توهی صفره، غیر ممکن. احتمال قطعی، احتمال فضای نمونه همیشه 1. مجموع احتمال هم همیشه 1 میشه. حالا یه جاهایی آ و ب ناسازگار جدا از همن. یه بحث مستقل از هم داریم که سال 11 هم داریم.
احتمال اشتراک میشه احتمال ضرب دوتا، آ اشتراک ب میشه ضربشون. الان سوالی که داریم اینه، گفته آ و ب ناسازگار باشن احتمال آ پریم باشه 2/5 و احتمال ب پریم بشه 1/7، احتمال آ پریم اشتراک ب پریم چی میشه؟ خب ببینید، یه قانون دمورگان داشتیم تو مجموعه ها که آ پریم اشتراک ب پریم میشد آ اجتماع ب پریم. این پریم متممه میرفت بالا، جهت عوض میشد. یا اگر آ اجتماع ب پریم بود میشد آ اشتراک ب متمم. الان اون چیزی که از من خواسته در اصل اینه، احتمال آ اجتماع ب پریم، جهت رو عوض کن، پریم رو بذار بالا، احتمال متمم اجتماع رو خواسته. متمم یه مجموعه یعنی یک منهای خود اون مجموعه. خب اجتماع مگه نبود احتمال آ به علاوه احتمال ب منهای اشتراکشون؟ الان چون گفته ناسازگارن، اشتراکش صفره، میمونه یک منهای احتمال آ. احتمال آ میشه یک منهای 2/5 که جواب میشه 3/5. احتمال ب میشه یک منهای 1/7 که میشه 3/10. پس یکیش شد یک منهای 3/5 و 3/10. از اینجا جواب به دست میاد. خب برای اینکه از فرمولا استفاده بشه به این صورت گفتم، از همه فرمولا استفاده شد. اگر احتمال، بذار یه سوالم باز جز سوالای امتحانی بوده این، اگر احتمال آ پریم باشه 2/3، احتمال آ اجتماع ب بشه 4/5، احتمال بی منهای آ چی میشه؟ خب وقتی به احتمال متمم میده، مطمئنا اینو میخواد که تو از یک کمش کنی تا خودش به دست بیاد. من احتمال آ رو به دست میارم، یک منهای 2/3 میشه 1/3. احتمال اجتماع چی بود؟ احتمال آ به علاوه احتمال ب منهای احتمال اشتراکشون جواب شده چی؟ 4/5. احتمال آ رو دارم، 1/3 به علاوه پی ب منهای اشتراکش میشد همین. گفتیم پی بی منهای آ، شروع قسمت احتمال اینو گفتم، یعنی پی بی منهای پی اشتراکش، پی بی منهای پی اشتراکش میشه پی بی منهای آ مساوی 4/5. پس احتمال بی منهای آ میشه 4/5 منهای 1/3، 15/12 منهای 5، 7/15 میشه جوابش. خب بچه ها، ممکنه سوال به این صورت بهت بدن که 3 دونده A و B و C با هم مسابقه میدهند، اگر احتمال برنده شدن دونده آ 3 برابر احتمال برنده شدن بی و احتمال برنده شدن بی 2 برابر احتمال برنده شدن سی باشد، دونده سی چقدر احتمال داره
برنده بشه. بعضی وقتا تو سوالا به این صورت سوال میدن، تیترش رو یاد بگیر، چجوری ممکنه سوالو عوض کنن؟ بگن یک تاس طوری ساخته شده که احتمال رو شدن عدد زوج دو برابر رو شدن عدد فرد است. اگر این تاس رو دوبار پرتاب کنیم، احتمال اینکه عدد زوج باشه این یه بار پرتاب کنیم، احتمال اینکه عدد دو بیاد چقدره؟ عدد سه بیاد چقدره؟ یا یه سکه جوریه که احتمال پشت اومدن سه برابر رو اومدنه. دیدید بعضی از سکه کج میشن؟ نه، وقتی میندازیم احتمال اینکه یه طرف بیاد بیشتر از اون بره. بعد میگه احتمال اینکه مثلا رو بیاد چقدر. اینا رو حالا شبیه همین حل میشه، میگیم احتمال آ سه برابر احتمال بیه، احتمال بی هم دو برابر احتمال سیه. اگه من اینو جایگذاری کنم به جای پی بی، پس پی آ میشه 6 برابر پی سی. به جای پی بی بیایید دو تا پی سی بذاری، 3 دو تا 6 تا. میدونم که دونده آ، بی و سی احتمال کلش 1ه. جمع همه احتمالا همیشه 1 میشه، 100 درصد. همیشه بیا برس به اون کوچیک مرتب کن. پی سی رو بذار باشه. پی آ 6 برابر پی سیه. پی بی 2 برابر پی سیه. پی سی هم که خودشو می نویسم. جمع همشون میشه 9 تا پی سی مساوی 1. پس پی سی میشه 1/9. گفته بود چقدر احتمال داره برنده بشه؟ 1/9. حالا اگر بگه بی چقدر احتمال داره برنده بشه؟ 1/9 رو میذاری اینجا میشه 2/9. اون یکی میشه 6/9. 6/9، 2/9، 1/9، جمعش میشه 9/9. خب یک تاس طوری ساخته شده که احتمال رو شدن عدد زوج سه برابر رو شدن عدد فرد است. تاس را پرتاب می کنیم. احتمال رو شدن عدد 4 کدامست؟ خب احتمال رو شدن عدد زوج سه برابر رو شدن عدد فرد. احتمال 1 2 3، عدد 4، عدد 5 و عدد 6. احتمالش 1، چون هر کدوم از اینا 1/6، 1/6، 1/6، 1/6 میشه 6 تا 1/6 که میشه 1. من اگر بیام زوج رو سه برابر فرد بگیرم، فرد رو بگیر آ، پس زوج میشه 3 آ. فرد، احتمال فرد میگیرم آ، احتمال زوج سه برابر فرده میشه 3 آ. پس فرد میشه آ، زوج میشه 3 آ، آ 3 آ، این آ 3 آ شده 1. خب 9 تا با 3 تا 12 آ میشه 1. آ میشه 1/12. احتمال اومدن عدد فرد 1/12. پس زوج میشه 3/12. گفته عدد 4، عدد 4 3 است. احتمال 4 3 تا 1/12، یعنی 1/4. دیگه نوشتن کاملشه که دلیلشو بفهمی. میتونستی بنویسی احتمال زوج، احتمال زوج به علاوه احتمال فرد جمعش 1. احتمال فرد و آ بگیری، احتمال زوج میشه 3 آ. بعد جواب که به دست اومد، از اونجا احتمال اینو بگیریم آ، احتمال این میشه 3 آ، جواب میشه 1. پس از اینجا آ میشه 1/4. درست؟ یعنی هر کدوم از اینا 1/4 احتمال داره برای فرد بیاد. 1/4، 1/4، 1/4. بعد
برای فرد یا زوج هر کدوم خواسته، گفته زوج سه برابره دیگه، احتمال زوج با احتمال فرد یکه، همه عددهای فرد رو آ گرفتیم ما، بعد اینجا کلش رو آ گرفتیم، اینجا رو ببین دونه دونه آ گرفتیم که دیگه ضرب نکنیم، کل زوج شد سه آ، چهار آ شده یک، آ میشه یک چهارم، هر کدوم از این عددا الان یک چهارم شده. ممکنه بگی اینجا چرا پس یک دوازدهم شد، اینجا یک چهارم شد. ببین یک دوازدهم، یک دوازدهم، یک دوازدهم میشه سه تا یک دوازدهم، سه تا یک دوازدهم میشه یک چهارم. من اینجا نوشتم همه فردا، سه تا عدد فرد داریم. یا برای زوج اینجا سه آ برای یکیش حساب شده، خب سه آ برای یکیشه، اینجا سه آ سه آ سه آ نه تاست، یعنی نه باید ضرب میشد. خب اینم از بحث احتمال. یه قسمت مونده تعریف اولیه آمار که تو کلیپ بعدی هستم خدمتتون. خسته نباشید. بعثت اسطوره کنکور ایران 48 هفته